اینو سوال میکنم، نه اینکه جواب بدیم، فقط همین میخوام یکم تو اون یه تحریک آره درونی باشه که بیشتر گوش کنید. میدونم خیلیاتون اینو میدونین، فقط برای اینکه بیشتر متوجه شین گوش دادن از شنیدن یه کمی دشوارتره، اینم حتما میدونستین نیست؟ گوش دادن وقتی صورت میگیره که تو بخوای به چیزی گوش بدی، متوجهی؟ بخوای چیزی رو بشنوی. شنیدن درسته که باعث گوش دادن تو میشه، متوجه شدی؟ پس با این تعریف کوچیکی که کردم، گوش دادن یه امر گزینشیه، یک امر انتخابیه. تو میتونی خیلی چیزها رو بشنوی، فقط میتونی انتخاب کنی به بعضی چیزا گوش بدی، متوجه شدی؟ هر روز من و تو صداهای خیلی زیادی رو میشنویم، ولی به اونا اصلا توجه نمی کنیم، درسته؟ ما گوش میدیم به اون صداهایی که دلمون میخواد بشنویم. الان میخوام چند دقیقه سکوت کنیم، چند دقیقه نه، شاید دو دقیقه آره، و به این صداهای اطرافمون توجه کنیم. خواهیم دید تو این سکوت صداهایی رو میشنویم که اگه هر هفته میامدیم اصلا نمیشنیدیم، متوجه این؟ الان چشمامون رو ببندیم، یه چند لحظه میخوایم فقط گوش کنیم. چیزایی رو خواهیم شنید که هرگز به اونا توجه نکرده بودیم. دست به انتخاب بزن، یه کدوم از این چیزایی که میخوای عمیقاً گوش کن. شاید همزمان دو یا سه تا صداست که به خاطر اینکه بهش توجه کردی گوش میکنی. همینجور که داری گوش میکنی به همون صدایی که انتخاب میکنی، یکم عضلات گردن، شونه ها بذار رها بشه. حتی عضلات دور چشم، دور لب، دستات اگه گرفته شده رها کن، پشت گردنت، پشت ستون فقراتت. همجور که داری گوش میدی به اون صدایی که انتخاب کردی رها کن. نفس عمیق بکش. با هر نفسی که بیرون میدی احساس کن تمام تنشا، خستگی ها که از صبح توی تو بوده بیرون رونده میشه. و نفس عمیق بکش، این حیاتو بدم. زانوات هم همینجور پاهاتو
بذار رها بشه، میخواد تکیه بده هر حالتی که دلت میخواد. گوش دادن تو رها نکن، گوش دادن تو رو در زمان حال نگه میداره. سعی کن یه لبخند بزنی، آمین. موقعی که نمیشنویم صداهای خیلی زیادی هست پیرامون زندگی ما که اصلا نمیشنویم، درسته؟ الان میخوام چرا اینو گفتم، به خاطر اینکه هیچ کس نمیتونه تمام مدت به گفته های واعظ گوش بده. متوجهی؟ بی توجهی به گوش دادن بزرگترین دشمن شنیدنه عزیزان. موافقین؟ بی توجهی در گوش دادن بزرگترین دشمن شنیدنه. تحقیقاتی که کردن کشف شده وقتی که یه موعظه یه پیامی داده میشه، فقط شنوندگان 50% شاید از مطالب رو بشنون و فقط عزیزان 26% رو درک میکنن. متوجهی؟ چون که حتی درصد کمتر از اینم تونستن گوش بدن. برای همین یه محققی گفته هر موعظه‌ای باید 3 بار وعظ بشه، 3 دفعه وعظ بشه. تازه 3 دفعه که وعظ بشه 80% رو افراد میتونن بردارن. متوجه این؟ چون که اول ما فقط میشنویم پیامو، بعد چیکار میکنیم دفعه دوم؟ گوش میدیم یه کمی، درصدی رو گوش میدیم، دفعه سوم میتونیم بخشی از زندگیمون میشه، تازه یه کم میتونیم عمل کنیم. واعظ ها هم همینجور صداهای خیلی معنیداری رو میشنون در بین افراد، شاید ندونید. آه کشیدن میشنون، آه میکشن، ساییدن پاها، یه واعظی که آگاهه، و ساعت نگاه کردن رو میشنون. برای همین واعظ باید فوری در برابر این صداهایی که میشنوه واکنش نشون بده. حالا واکنشا بمونه بعد. برای چی دارم اینا رو میگم؟ چون مطلب خیلی مهمیه که امروز میخوایم بشنویم. امید ما اینه و همینطور دعاهایی که امروز در گروه دیدبانان خواهران کردن که واقعا امروز آزادی و شفا در خیلی قسمتهایی که ما گیر هستیم توی روح و روان و بدن ما جاری بشه. آمین. این موعظه رو یادمه، نمیدونم چه تاریخی، تقریبا فکر میکنم 3 سال پیش توی کلیسا این موعظه رو کردم، ولی تا حالا تو خواهران این ورز نشده. امیدوارم که مطمئنم باعث برکتتون میشه. چرا؟ چون برکت خدا نه تنها کافیه، این تجربه منه، بلکه همیشه بیشتر از حد انتظار ماست. باورت میشه؟ بیشتر از حد انتظار ما. چرا؟ چون شاهزاده سلامتی، سرور سلامتی میتونه از طریق کلامش نور و حیات ببخشه، حتی اون چیزایی که زبان من محدوده، کلمات محدوده، کشف کلام ببخشه، این نور و حیات تو زندگی شما یه مکاشفاتی بده که شاید زبان من قاصر باشه از اینکه راجبش صحبت کنم. مسئله بر سر اینه، کتابی که خونده بودم اون روزم اعلام کردم، 2 سال 3 سال پیش بود، کتابی رو یه گزیده ای از اون رو انتخاب کردم که اصلا در دنیای مسیحیت اعتبار نداره.
هیچ اعتباری نداره. ولی حقایقی در این کتابه که واقعا من خودم هم در خودم هم در دیگران اینو تجربه کردم. و از همون اول بگم قطعی نیست این آماری که گرفته شده، اصلا قطعی نیست، خیلی نسبیه. متوجه شدین؟ اینطور گفته بود این کتاب، تمام دردهایی که روی بدن ماست، دردهای فیزیکی ما، سرچشمه ترسایی که در ماست، رنج دیدگی ها، آسیب هایی که با عاطفه و احساس و روان ما خورده، باعث میشه که دردهای فیزیکی در ما تولید بشه. و لیست خیلی عظیم و زیادی رو داده بود که فقط تو این کتاب من تقریبا 10-11 تاشو انتخاب کردم، چون هم خودم هم دیگران دیدم خیلی باش برخورد کردن و خیلی تو افراد اینو دیدم. مثلا نوشته بود استراب و نگرانی، کسایی که دائم استراب هم و در نگرانی هن به خاطر این که به عدم اعتماد دارن به جریان و فرایند زندگی. یه جور چون عدم اعتماد دارن میوش چیه؟ استراب و نگرانیه. درد در ناحیه کمر، ترس از بیپولی، عدم حمایت مالی باعث میشه دردهایی توی کمر ما بیاد. ناراحتی که در چشمه، ترس از آینده‌ای که شاید شاد نباشه، شاید آینده‌ای که تاریک باشه. زخم معده، نشأت گرفته از استراب برای جلب توجه دیگران، جلب رضایت دیگران بیشتر. ناراحتی قلبی، گفته شده مشکلاتی دراز مدت، هیجانی، عاطفی، یه مدت اگه عدم شادمانی قلبی، اون شادی روح القدس در شخص باشه، شخص باعث میشه سخت دل بشه و اعتقاد داشته باشه که دائم باید تو کارش تو خیلی چیزا هی تقلا کنه، فشار کنه، فشار با فشار کارشو به جلو ببره. این باعث میشه ناراحتی قلبی به وجود میاد. آرتروز، نشأت گرفته از اینکه این شخص نیاز به حمایت داره، فرار از احساس ناامنی و نیاز شدید به کامیابی داره. افسردگی، خشم بیمورد، ناامیدی، خشمهایی که در انسان تخلیه نشده باعث میشه افسردگی به وجود بیاد. سردردها، نشأت گرفته از شخصی که دائم از خودش انتقاد میکنه، شتاب زده است توی کاراش، تقلا میکنه، مقاومت میکنه در مقابل یه چیزایی، عدم مقاومت نداره، رها کردن توش خیلی سخته. دردهای روده‌ای، ترس از یه احساس ناامنی، اینکه خواستنی من نیستم، اون چی که در گذشته اتفاق افتاده دائم بهش میچسبه. دردهایی که در ناحیه گلو به وجود میاد که خیلی تو خانواده ما یه مورد هست، خیلی باش برخورد کردم، دائما گلو درد میگیره، هی سالهاست باید پنسیلین بزنه، آمپه چرک میاد توی گلوش. اینطور گفته شده که نفرت از اون ضربه‌ای که اون تحمیل شده به اون شخص، احساس قربانی بودن، اعتقاد راسخ به اینکه نمیتونم حرفمو بزنم یا افراد نمیتونن، اگرم بزنم هیچ فایده ای نداره چون دیگران نمیتونن بفهمن، احساس ناتوانی برای حرف زدن، منظورشو رسوندن. و سرطان، یک نفرت دراز مدت که ریشش از بچگیه، یک رازی پنهان، اندوهی که خودخوری کرده تو خودش ریخته که جسم و جانش و این اندوه دائما داره میخوره و زندگی رو بیفایده میبینه، خیلی سالهای زندگیش زندگی رو بیفایده میبینه. این باعث میشه یه همچه قددی در او به وجود بیاد. و همینجور دردهایی که در زانوه، این نشأت میگیره از این که این شخص خودشو محق میدونه، سرسختی ریشه‌ای درونه، سرسخته نسبت به خیلی قسمت‌ها، جریان زندگی که داره توی زندگیش میاد ناراضیه و انعطاف پذیر نیست در مقابل اون جریانات مخالف زندگیش. و همینجور گفته شده یه غروری پنهان و نهفته در این شخصه که باعث میشه چیکار بشه؟ زانوهاش درد بگیره، دائما درد زانو داره. و تمام اینا رو الان میایم تو مسیحیت.
تو کتاب‌های روانکاوی مسیحیت، همینطور روانشناختی‌هایی که در دنیا وجود داره، تمام این دردها وقتی می‌خوای ریشه یابیش کنی که الان اصلا فرصتشو نداریم، مساوی با اینه که ارزش انسانی من زیر سوال رفته و یه جوری ارزش انسانی من خدشه‌دار شده، احساس من، عاطفه من آسیب دیده. و این از که اینجوری شده عزیزان؟ این دردها، این احساس خدشه‌دار شدن، آسیبی که به روح و روان انسان خورده، در نهاد بشر، از سقوط بشر نهادینه شده در بشر، به ودیه گذاشته شده که اسمش چیه؟ طرد شدگی. متوجه هستین؟ وقتی من افراد رو هی دعوت میکنم بیاین تو کلیساهای خانگی، بیاین تو جلسات خواهران، بیاین تو کلیسا، گاهی هر از گاهی، اینا دوای دردتون، اینترنت، کتاب بخونید، دراز بکشی، اینا دوای دردتون نیست. عیسی مسیح خداوند با خونش روی صلیب گناهان و مرگ رو برای همیشه مدون کرد، ولی فقط درد بشر، گناه و مرگی و جدایی از خدا نبود، بلکه حس طرد شدگیه که توی انسان نهادینه شده از همون موقعی که آدم و حوا در باغ عدن با خدا راه می رفتن، مثل خنوق با خدا لذت می بردن و به خاطر اون اشتباه از باغ عدن بیرون رونده شدن و دوتا فرشته با این شمشیرهای آتشبار پشت باغ عدن ایستادن. باغ عدن، آدم و حوا میخواستن به خونه پدر دوباره برن، فقط نمیتونستن و در روشون بسته شده بود. متوجه این؟ حتی یه موقع آدم و حوا رو میتونم تصویر داشته باشم تو تخیل خودم که انگار این برای اون چی میگن اینجوری میکنن؟ قلاب میگیرن، میگه الان آدم تو بیا قلاب بگی من برم اون بالا، از دیوار باغ عدن یه ذره نگاه کنم. اون زمانهایی که پر از خوشی و راحتی بودیم، پر از آزادی بودیم، که الان در رومون بسته شده، فقط یه ذره اونجا نگاه کنم. این برای اون قلاب میگرفت، اون برای اون قلاب میگرفت، با حسرت به اون باغ عدن نگاه میکردن و هرگز نمیتونستن وارد اون حضور خدا بشن. برای همینه که عیسی مسیح همچی بهایی داد، نیست؟ از موقعی که اولین دعایی که من یاد گرفتم در مسیحیت، گفتم ای خداوند، حضور تو باغ عدن منه، حضور تو باغ عدن منه. عیسی مسیح با اون کاری که در جرجتا که حضور خدا رو همونطور که آدم و حوا تجربه میکردم برای ما اوورد. الان میخوام تو طرد شدگی، آیا جوابی برای طرد شدگی بشر وجود داره؟ این حس نامرئی، این حسی که تو نمیتونی هیچ توضیح منطقی عزیزان براش بدی، الان به تعریفهای من گوش ندینا، الان بعد باقع عدن، اصلا از کجا اومده این حس؟ 20 سال 30 سال ایماندار طرف، وقتی میری باش حرف میزنی میگه هنوز یه چیزی اینجاست، هنوز یه چیزی اینجاست. دو سال پیش برادرم اینو بهم گفت، هنوز بغض داره، هنوز. چرا؟ واقعا چرا اینه؟ این حقیقت ها، خودم دیدم، خودم هم گاهی تو زندگی خودم باش برخورد میکنم. اصلا این حس طرد شدگی چیه؟ عکس العملای این حس درد آلود چیه؟ عکس العملای بیرونیش چیه؟ عکس العملای درونیش چیه؟ میخوام یکم اینو باز کنیم عزیزان. یکی از اساتید رشته روانشناسی به نام خانم هورنای میگه اولین چیزی که طرد شدگی رو باید تعریف کنی تو یک کلمه، طرد شدگی اولا یک تجربه است. تو تجربه کردی با تمام سلول‌های بدنت و این تجربه‌ای که تو کردی 3 تا عکس العمل در پی اون داره. یک شخص طرد شده، خانم هورنای میگه، شخصیه که هنوز با استراپ‌های درونی و بنیادی خودش برخورد نکرده، به خاطر همین عکس العملو از او سر میزنه. این عکس العملو که 3 نوعه، از این 3 نوع خارج نیست، میتونه. چرا انسانی عکس العملو رو میکنه؟ برای اینکه بتونه برای اون حس طرد شدگی که درونش آزارش میده، با حسای محکومیت، ترس، انواع و اقسام
چیزا بروز میکنه، فقط اون انسان ناخواسته میخواد بر اون غلبه پیدا کنه. به خاطر همین به این سه تا عکس العمل دست میزنه. اولین عکس العمل چیه؟ شخص سعی میکنه بر همه جا غالب شه، سعی میکنه برای اینکه به این خلأ درونیش غالب بشه با دادن نمایش‌های بیرونی به اون غلبه پیدا کنه. علم روانشناسی اسمشو میذاره گسترش خود. اولین شخص اینه که خودشو گسترش میده به شکل پرستش خودش، خودشیفتگی خودش. من الان سالهاست اینم، من الان اینو میدونم، من الان نمیدونم فلان پاگون باید رو من داشت، الان هیچ که قدر منو نمیدونه. متوجه هستین؟ من تو ایران به من پیشنهاداتی شده بود در شهرمون، الان هیچکی نمیدونه من الان چه جواهری هستم اینجا. سعی میکنه به هر وسیله مورد تحسین قرار بگیره، مورد توجه قرار بگیره، مرکز باشه. کسانی که خودشیفته هستن هم خودشونو آزار میدن هم دیگران رو آزار میدن. این نشأت گرفته از چیه؟ از اون طرد شدگی درونی اون شخصه. دومین عکس العمل چیه؟ این شخص کمال پرسته، میخواد خودشو فراتر از هر انتقادی قرار بده. به خاطر همین به پروژه های بزرگ، رویه های بزرگ، ایدئال های بزرگ دست میزنه. و این شخص مشخصش اینه که در برابر انتقاد حالت تهاجمی داره، خیلی دردش میاد اگه کسی بهش انتقاد کنه، اصلا پدرش در میاد، یعنی حاضر سه روز جر و بس کنه خودشو ثابت کنه تا از این انتقاد یه جور قصر در بره. این دومین عکس العمل این طرد شدگیه. سومین عکس العمل، نه شخص خودشو گسترش میده نه حالت تهاجمی داره، حالت کمال پرستی داره، بلکه این شخص در خودشه. من به هیچ دردی نمیخورم، من میدونستم. خودشو قایم میکنه، وارد هیچ عرصه‌ای نمیشه، چون که میگه من میدونستم مغلوب هستم. دیدین این شخص، من یه موقع گالیور رو مثال میزنم، من میدونستم، من از اول شکست میخوردم، پدرم هم شکست میخورد، برادرم هم شکست میخورد. متوجه هستین؟ الان میخوام توی یه کانتکسی فقط یه چیز ذهنی، تصویر ذهنی از این، وقتی یه با همچی اشخاصی روبرو میشین ریشش اینه، اون خلای درونی، اون طرد شدگی. آیا راهکاری وجود داره برای این همه سرگشتگی؟ این سرگشتگی که روابطو بین انسانها توی جامعه، بین افراد به آلودگی سوق میده؟ آیا واقعا راهکاری وجود داره؟ وقتی در قلمرو روانشناسی نگاه میکنیم به نظر میاد پاسخی که به این موزل داده میشه کاملا انسانیه. بارها در مقوله های دیگه روانشناسی براتون اینو توضیح دادم که روانشناسا چی میگن؟ تو باید یک سفری به گذشته بکنی، سفری به خلای درونی خودت بکنی. برای همین تو این مسیر داشتن یک مشاور خیلی الزامیه. الان دارم چی رو تعریف میکنم؟ میخوام دوباره گوش کنین اگه حضور ذهنتونی. دارم مقوله طرد شدگی رو در حیطه روانشناسی انسانی دارم توضیح میدم. متوجه شدی؟ ربطی به مسیحیت نداره. پس روانشناختی انسانی میگه تو باید سفری به گذشته، الان حامله بودی، مادر چی شده، تو پسر بودی، دختر بودی، نمیدونم طردت کردن، هزار تا میخواد انگ پیدا کنه که بگی که الان این مشکلایی که تو داری ماره این قسمته. ولی سوال اینه، واقعا سوال اینه، حالا گیریم که این حسم برملا بشه نیست، ریشه ترس و درد تو رو کشف کنی، چه تغییری در وضعیت امروز تو داره؟ در نهایت فقط با قرصای مسکن درسته؟ هی بری و بیای و روانکاویه، بعد رواندرمانیه، اینا همه طبقه بندیه، هر طبقهش یه کارهای خاصی انجام میده. الان من فقط دارم روانشناختی رو میگم. ما فقط عزیزان در حیطه روانشناختی میتونیم توضیح بدیم علت رفتارهای این شخص که داره اینجوری تهاجمی برخورد میکنه یا خودشو میره قایم میکنه یا خودشیفته چیه. ولی در نهایت انسانو با انسان خودش تنها میذاره، هیچ کاری نمیتونه بکنه. اگه ما قبول کردیم عزیزان که طرد شدگی چی بود؟ یک تجربه است.
درسته؟ آیا با دادن اطلاعات، حتی اطلاعات مسیحی، تو الان بیا 10 دقیقه کلام بخون، 10 یک تو بده، هفته 10 روز برو کلیسا و بیا، میتونی جوهر و هسته این درد و این تجربه رو خونسا کنی یا حتی معکوسش کنی؟ نمیتونی. همه حرفه. قبوله تا اینجا؟ آیا خدا میتونه؟ آیا خدا میتونه جوابی برای این طرد شدگی داشته باشه؟ آیا میتونه مهمترین و کاریترین و قویترین ضربه رو به این خلأ درونی بذاره تا ما این آزادی رو تجربه کنیم؟ میتونه؟ آمین. ایمان مسیحی چی میگه؟ ایمان مسیحی چی میگه؟ ایمان مسیحی در کل اعتقاد بر این داره که حضور خدا درمان قطعی طرد شدگیه. یکی از پدران کلیسا عبارت خیلی معروف و زیبایی داره که اسمشو نمیدونم، میگه خدا اگه قراره تو رو آزاد کنه، نیست، خدا هرگز نمیتونه تو رو آزاد کنه، هرگز نمیتونه چیزی رو نجات بده، آزاد کنه، تا اون درد و اون طرد شدگی رو، اون موزل رو بر خودش جذب نکرده باشه، بر خودش نگرفته باشه. متوجه هستین؟ اگه درد بشر طرد شدگیه، پس باید خدا شریک قلمرو بشر، شریک احساس بشر، شریک اون طرد شدگی بشر بشه تا بتونه به خودش بگیره. متوجه هستین؟ آمین. وقتی که عیسی مسیح روی صلیب میگه الهی الهی چرا مرا ترک کردی، فقط همین کلمه این عزیزان، ما نمیخوایم به 6 تا جمله دیگه بپردازیم، همین کلمه این، این معناش چیه؟ یعنی وقتی داره میگه الهی الهی چرا من ترک کردی، به یک معنا تجربه انسان ترک شده رو در اون لحظه به حضور خدا میبره و حضور خدا رو میاره به انسان ترک شده وصف میکنه. آمین. باور کنین، من نمیدونم، کلماتی رو پیدا نمیکنم، اینقدر ترد شدگی های عمیقی تو من بوده که فقط و فقط حضور خدا بوده که بارها، نه روان درمانی مسیحی، نه روان درمانی های دنیایی که می رفتم بهتون گفتم که چقدر روان درمانی 3 تا صبح قرص، 3 تا زور، 3 تا شب، و تو مسیحیت هم انواع اقسام کتاب ها رو می خوندم، فقط و فقط حضور خدا. الان با هم یاد می گیریم چجوری حضور خدا می تونه این طرد شدگی های ما رو برطرف کنه. آموزه مسیحیت چی میگه این درد طرد شدگی رو گرفتن؟ اسم این تو آموزه مسیحیت مبادله الهیه، عمل جایگزینیه. در حقیقت کل اینا میگه پادزهر طرد شدگی چیه؟ پذیرفتگیه. وقتی طرد شدگی تو رو به حضور خدا میبره، حضور خدا رو در قلب تو، در وجود تو میاره، در حضور غنی او عزیزان، اتمسفر پذیرش موج میزنه، در حضور او پر از پذیرشه. وقتی اناجی رو میخونیم، افراد در حضور او حرکت میکردن، چطور مریضا شفا پیدا میکرد، چطور ابرسان طاهر میشدن، چطور کوفتگان خم شدگان بلند میشدن، چطور دیوزدگان آزاد میشدن، چطور اون دیوزده که یه لوژیان دیو داشت میگه عقل و سلامتی بر او اومد، چطور؟ فقط حضور او بود. آمین. ایمان مسیحی معتقده که حضور خدا درمان قطعی طرد شدگیه. یه شعری هست میگه حضور شفا بخش تو، حضور پرمهر تو شفا رو در من جاری میکنه. آمین. قوی ترین حضوری که ما امروز میخوایم تجربه کنیم این تغذیه روحانیه، این اشیای مقدسی که الان براتون تعریف میکنم، چقدر حضور هست، نه فقط اشیای مقدس، حضور خود عیسی مسیح. خود عیسی مسیح چی میگه؟ واقعا نفهم، آیهشم پیدا نکردم امروز. میگه زیرا از بلندی
قدس خود نگریسته، خداوند از آسمون بر زمین میگه، نگاه میکنه. به زبان خودم میگم تا اسیران رو، صدای اسیران رو، نالهی که حتی باور کنید به زبون نمیاد این ناله. بعضی موقع ها ما نمیخوایم هی بگیم، بعضی موقع میگیم وای الان خواهر نسرین دوباره میگه، دوباره الان 10 دفعه روان درمانی شده، دوباره الان میاد، پس بهتر این آه تو گلوی من باشه. فقط خدا میگه ناله اسیران رو میشنوه، اونایی که به موت سپرده شدن. اون موت طرد شدگی، موت چیه؟ جدایی از خدا. طرد شدگی نمیذاره تو حضور خدا رو تجربه کنی. آمین. میگه اومده تا اونا رو آزاد کنه. میگه از بلندی قدس خودش نگاه میکنه، خداوند بر زمین نگاه میکنه تا اسیرا. اصلا برای همین خداوند روی زمین اومد، برای همین توی جلجتای همچی کاری انجام داد. اما چطور ما وارد این حضور خدا بشیم؟ چطور همین امروز این حضور خدا تو اون عمیق‌ترین ژرفها وجود ما، اون ضمیر ناخودآگاه ما که پر از زخمه، آمین، حرکت کنه و ما رو آزاد کنه؟ دیگه این بغض زا تموش، این ناله ها تموش، جا شادی های آسمان بیاد. امروز قول بهتون میدم به شرطی که صدای او رو بشنوید، دل خودتون رو سخت نسازید. همین امروز دلیری و شجاعتی رو پیدا میکنی که از فیض او جاری میشه، که همین امروز بتونیم وارد حضور خدا بشیم. آمین. عبرانیان چی میگه؟ باب 10 آیه 19. فقط میتونی یادداشت کنین چون میخوایم جلو بریم. الان تمرکزتون بیاد پیدا کنین، ما وقتمون رو از دست میدیم. میگه پس ای برادران، به خون عیسی مسیح دلیری داریم تا به مکان اقدس، اون مکان قدس او، قدس الاقداس او که حضور خدا فقط اونجاست، میگه داخل شیم. پس چی؟ پس میخوام، خواهش میکنم ازتون وقتی کلام خدا رو میخونید به اون پسا، مهمترین واژه هاست، اهمیت بدین. چون وقتی میگه پس، 18 تا آیه قبلی رو وقتی میخونیم میبینیم فقط داره راجب خون عیسی مسیح، کاری که خون عیسی مسیح برای ما میکنه نیست، داره توضیح میده. پس میگه حالا که این قدرت خون رو فهمیدین، فهمیدین چه هدیه و قربانی برای شما پرداخت شده، چه چیزی بدن خدا برای عیسی مسیح مهیا کرد تا اراده او رو انجام بده، به خاطر انجام دادن اراده او چه آزادی و شفایی روی انسانها ریخت. حالا که این خون رو فهمیدین، پس انگار التماس میکنه، الان که فهمیدین، پس ای خواهران من، با دلیری، با ایمان نزدیک این میز خدا من بشین تا این حضور خدا شما رو در بر بگیره. پس به این پسا خیلی اهمیت بدین. خدا مقدس است، پس مقدس باشید. مسیح عدالت ماست، پس ما توسط ایمان عادل شمرده شدیم. مسیح ما را از گناه بندگی آزاد کرد، پس ما دیگه در قید اسارت گناه نباشیم. همه اینا آیات هم جاهاشو نمیدونم، فقط تو ذهنم اون پسا اومد نیست؟ 1000 تا پس داریم که اگه این پسا رو توجه کنین، مفاد این برکات رو تو قبل این پسا نوشته و خدا میخواد تو تمرکز کنی و این بعد این برکاتی که در پس این پسه تو دریافت کنی. عزیزان، هرچی بیشتر قول بهتون میدم از مرگ نیابتی عیسی مسیح با خبر شین، از قدرت خون عیسی مسیح با خبر شین، از ارزش و احترامی که این خون پربها داره مطلع شین، واقعا با قلبی پر از احترام و ترس خدا به این حضور خدا بری. کارایی خون عیسی مسیح، اون کارایی عظیم خون عیسی مسیح برای ماها بیشتر میشه. باور میکنی؟ تو خادمین گروه 4 بود، یکی از عزیزان بود، چقدر زیبا داشت تعریف میکرد. روح او حساس بود به امورات ماورا و طبیعه نیست؟ چیزایی رو میگفت، گفتم خدای این ذهن پر از شهوده، پر از آگاهیه. و بهشون گفتم عزیزان، خدا میخواد ما این ذهن رو داشته باشیم، هرچی که مرضیه خواهرمون، هرچی که این ذهن رو تقویت کنه، یعنی اهمیت بده، چی میشه؟ این علامت رو بیشتر میشه تو زندگی او. برای یه کسی که فقط با عقل و استدلال مگه میشه؟ هیچی نمیشه.
متوجه هستین؟ هرچی که واقعا بدون خدا، خواهر عزیزم، را میریم که خدا توسط این با ما حرف زد، میبینی دراو روش باز میشه. چه شهادت های عالی میداد. خون عیسی مسیح هم همینه. هرچی که تو به قدرت اون واقف بشی و تمام این تمثیل ها رو در عهد عتیق، عهد جدید بشناسی، اولین بار خدا به وسیله خواب خون عیسی مسیح رو برای من مکاشفه کرد که واقعا من اصلا کلام نمیدونستم. به جای میخوابیم که بهتون گفتم بگی خداوند مکاشفه بده، اگه من عطیه خواب به من دادی مکاشفه، به جای داستان سرایی و تخیلایی که از انسان کهنه بیاد تو ذهن ما، این قدرتای خون عیسی مسیح نجات برای ما بازشه تو خواب نیست؟ میگه دلیری و شجاعتی بیابیم که در خون عیسی مسیح چیکار بشه؟ وارد این حضور بشیم. در واقع چی میگه عزیزان؟ میگه حق و اجازه‌ایه که عیسی مسیح خداوند برای ما کسب کرده، برای ما انجام داده. متوجه این؟ فقط ما باید اینو الان متوجه شیم. تنها خون عیسی که میتونه به ما جسارتی بده که ما بتونیم به عمیق‌ترین نوع مشارکت با عیسی مسیح خدا و اون حضور غنی او که میتونه تمام این زخمای ترد شدگی که دردهای فیزیکی برای ما تولید میکنه، و واقعا یه موقع ها افراد میبینیم که اصلا بهتره هیچی نگم. خواهش میکنم این پیامو خیلی جدی بگیریم و فقط اینجا تموم نشه، دنبالش بریم. آمین. الان برای اینکه این حضور خدا رو براتون مثال بزنم، من امروز خیلی سعی کردم یه معبد سلیمانو که دیگه اینو سالها میارم نشون میدم، نقاشی چرتوپرت خودمه که نقاشی هم بلد نیستم، فقط هی هر دفعه گفتم الان تکنولوژی قوی تر شده برم معبد سلیمان رو عکسشو بندازم رو آیپد. هر دفعه این یه معبد خیلی زیبا پیدا کردم، فقط اصلا نمیگرف عکس. هر کاری کم عجلم داشتم باید میامدم، دوباره رفتم اینو پیدا کردم. برای اینکه وارد حضور غنی خدا بشیم احتیاج داریم یه مقدار معبد خداوند رو بدونیم که پر از تمثیل. عزیزان اینجوری بگیرم بهتره دیگه، این چیز داخلیشه. میتون نگه داری؟ این معبد مقدسه نیست؟ سه تا قسمت داره، قسمت بیرونی، میانی، درونی. اینجا که تخت رحمته، اینجوری هم میتونی بچرخونی. این خیلی مهمه عزیزان. سه تا قسمت داره. کاهنی که فقط اجازه داشت، اول کاهن نه، الان یهودیانی بودن که فقط اجازه داشتن وارد صحن بیرونی بشن. اینجا صحن بیرونیه که بعد از خراب شدن و بازسازی و اینا که خداوند گفت اصلا اینجا امت ها بیان، اصلا قابل قبول دیگه نبود. ولی این معبد سلیمانه که فقط یهودیای معمولی میامدن گوسفنداشون رو اینجا میآوردن و میگفتن که کاهن اونجا ذبح کنه و این خون رو به اونا بپاشه. پس یهودیان معمولی اینجا میامدن، قربانی هاشون رو میآوردن میدادن به کاهن، وای میسادن که این کاهن این خون رو بهشون بپاشه. اینجا میامدن کاهن، این قسمت هم میتونست بره، اجازه داشت وارد اینجا قدسه، وارد قدس بشه. نه تنها نگاه کنه به اون قربانی، یهودیان به قربانی از دور نگاه میکردن، ولی کاهن نه تنها نگاه میکرد بلکه میتونست این خونو بر خودش و همینجور بر دیگران بپاشه. یعنی به چه معنی؟ تماس نزدیکتری داشت با قدس. متوجه این با قدس و لحظه اینجا قدسه. فقط عزیزان کاهن اعظم سال یک بار امکان تقرب داشتن به این قدس داخلی رو داشت، قدس و لحظه. فقط یک بار میتونست بره، یک بار اجازه داشت، سال یک بار. متوجه این؟ و یه پرده زخیم بین قدس و لقداس و قدس بود. وقتی که عیسی مسیح خداوند روی صلیب قلبش ترکید، این پرده از این بالا به پایین باز شد، پاره شد. یعنی دیگه هیچ جدایی نیست بین قدس، حیات بیرونی قدس و قدس و لقداس.
متوجه هستین؟ فقط یعنی هر کسی که ایمان آورده به عیسی مسیح، با ایمان، با کاری که خداوند کرد، فدیه‌ای که داد، قربانی دائمی رو به خداوند داد، هر میگه ما کهانت ملوکانه هستیم. برای چی میگه؟ برای اینکه میتونیم وارد این حضور خدا بشیم. حضور خدا، عیسی مسیح خداوند، پدر، پسر، روح القدس، هنوز که هنوز پشت این پرده پاره شده منتظره که فرزندان بخشیده شده، پذیرفته شده وارد این حضور بشن. ولی نمیشن. چرا نمیشیم؟ چون مسیحیانی وجود دارن که فقط در صحن بیرونی هستن، علائم و میوه هاشون قشنگ نشون میده، فقط در صحن بیرونی هستن. به مرگ مسیح ایمان آوردن، کاری که عیسی مسیح در جلجتا کرد ایمان آوردن. اینجا متوجه این میتونی تو بگیری، وعده آمرزش رو ایمان آوردن، آمین. ولی از حیات آسمانی و نزدیکی با او بی بهره هستن، فقط ایمان آوردن. تو اگه 10 تا خدمت هم داشته باشی، 10 تا پاگون الهیات هم داشته باشی، اینجا باشی، تو پر از ترد شدگی و زخمی، تو برکتی برای دیگران نمیتونی باشی، چون هنوز تو این حیات بیرونی هستی عزیزان. ولی ایماندارای دیگه هستن، قسمت دوم، که از دعوت کهانت خودشون اطلاع دارن، به خدا و به انسان‌ها مثل اون کاهن خدمت میکنن. کاهن چی کار میکرد؟ هم وارد قدس میشد، هم خدمت میکرد به دیگران، شفاعت میکرد، قربانی میگذرون. افرادی هم هستن تو کلیسا، نه تنها مثل گروه اول ایمان دارن، بلکه به خدا و انسان‌ها مثل این کاهن چی کار میکنن؟ خدمت میکنن. اما هنوز وارد حضور غنی و پرجلال او نشدن. متوجهی؟ برای همین 20 سال میگذره، هنوز یه چیزی اینجا، هنوز یه چیزی اینجا، هنوز یه چیزی اینجاست. اما مسیحیانی هستن که با جد و جهد، تشنگی، بهترین ها رو برمیگزینن و قانع نمیشن که فقط نجات داشته باشن. عیسی نجات دهنده ای منه، 4 تا عطیه دارم، الان میخوام خدمت کنم، صبح تا شب بدوام، برم و بیام. میگن نه، همه اینا هست، فقط اصلی ترین اینه که من وارد قدس الاقداس بشم، با خدا ملاقات داشته باشم. آمین. این اصل. این ایماندار بهترین ها رو میخواد. خدمت خوبه، عالی، مرگ عیسی مسیح، آمرزش خوبه، ولی این دستاورده اون رو راضی نمی کنه، بلکه میخواد به یه منطقه عالی تر با حضور خدا برسه، با عروسیه که میخواد با داماد یک بشه، در یه مکان نزدیکتر. میدونه که داماد اینجا منتظرشه، اون نمیاد بیرون، داماد اونجا منتظرشه. آمین. که تو به حضور او بری، تو به حضور او بری. بارها بوده، باور کنی، ترد شدگی یا ترسا چیزای وحشتناک بوده که فقط و فقط اینجا فیض او بوده، نه که بگم من مقدس تر بودم. متوجه هستی؟ اگه خون عیسی مسیح عزیزان امروز نتونه تک تک ما رو از ترد شدگی، از بندگی، از اسارت، از اون ضمیر محکوم شده و درد آزاد کنه، پس هیچ مزیتی بر خون گاوها و گوسفندان عهد عتیق نداره. ولی هاشا که امروز خون عیسی مسیح در اون عهد برتر قادره هر کسی که با دلیری آگاهی از این خون عیسی مسیح نزدیک بشه، همین امروز شفا بیابه. آمین. تو این یکی دو هفته واقعا روان درمانی های زیادی بوده. واقعا دیروز داشتم به خادمی میگفتم یه جوری دیگه خسته شدم، میگم ای خداوند خواهش میکنم به میان بیا. امروز فقط دعامون این بود که فقط این خون و بدن تو، این حضور غنی توست که باید شفا جاری کنه. آمین. و بارها به افراد میگم من نمیخوام به شما هر دفعه یه دونه ماهی بگیرم دستتون بدم، من میخوام ماهیگیری یادتون بدم، که خودتون هر روز این حضور پر رحمت او رو بچشین و از این حضور به دیگران هم بدین. آمین. یک نفر اینجا فقط کاهن
کاهن اعظم نیست، شما همه کهانت ملوکانه دارید، همه خوانده شدین از این پوری دریافت کنید و به این دنیای بدبخت و گرسنه و پر از خلا بدین. این قربانی برتر، در عهد برتر، به قربانی جسد عیسی مسیح یک مرتبه برای همیشه. پس دوباره میگه آیه 10 عبرانیان باب 10 دوباره آیه 20. من فقط پساشو اینجا میگم، خوبه قبل از پساشو بریم بخونی. پس حالا که فهمیدین خونه عیسی مسیح، پس حالا که میخوایم با دلیری نزدیک بشین، تا اینجا متوجه شدی، پس بیاین به دل راست نزدیک بشین. آمین. به دل راست نزدیک بشین. خون عیسی مسیح عزیزان اجازه و مجوز و مهر رو برای ما زده. این خون گرانبهای عیسی مسیح این مهر و مجوز رو به ما داده. پس با دل راست نزدیک بشین. چی داره میگه؟ اینجا مهمترین قسمت عزیزان. اگه این قسمت رو نفهمین دوباره تو اون حیات بیرونی همجور قش میکنیم. فقط میایم یه دونه قربانی میدیم از بیرون، خواهر نسرین، برادر پاستور، الان یه دعای دست بذار، یه وقتی همون کارو میکنیم دیگه، درسته؟ این بیرون میمونیم. درد واقعا برای من، بعضی شاید دلشون بگیره ناراحت بشن، ولی میگم خدا رو شکر برای یک دو نفر که الان اینجا هستن و متوجه هستن من چی میگم و الان خودشون این فواید رو دریافت میکنن. عزیزان در طبیعت انسان، قلب انسان اهمیت خیلی محوری داره. همونطور که ما از خصوصیت ظاهری که انسان، ویژگی های انسان میتونیم او رو قضاوت کنیم، داوری کنیم، به همین شکل هم قلب انسان خصوصیت های واقعی و درونی یک شخص رو برای ما روشن میکنه. متوجه هستین؟ وقتی یه انسان رو میبینیم میگیم سن نشینه، عادتاش اینه، حرف زدنش اینه، خیلی مزاح میکنه، نیست؟ قضاوتش میکنیم شخصیتش اینه. همینطور قلب یک انسان، مسیحیت واقعی عزیزان، نه با خدمته، نه با دهنتو باز کنی هزار تا وعده و وعید بدی، بلکه با قلب تو سر کار داره. قلب کجاست؟ حیات درونی توه. پادشاهی خدا، ملکوت خدا فقط وابسته به حالت قلبی توه. جایی ساکن میشه اون پادشاهی خدا. پادشاهی خدا چیه؟ شادی، سلامتی، صلح، در هر وضعیتی. نامه دادگاه بیاد، هزار تا چیزایی بهت بشه، اگه ملکوت عیسی توی قلبت نباشه چی میشه؟ داغون میشه. این قلبه که خدا میخواد اونجا رو، اون ملکوت خودش در ما ساکن بشه. دوباره میگم کلام خدا داره چه دعوتی میکنه؟ میگه با دلی راست نزدیک بشیم، یعنی اجازه ندیم کسی امروز به علت ترس، به علت نبخشیدن، به علت تلخی، این چیزاست که قلب ما رو راست نگاه نمیداره، بلکه کج و موج میکنه، نمیذاره ما وارد شیم و این حضور خدا رو تجربه کنیم. برای اینکه دل راست داشته باشی هیچ راهی عزیزان وجود نداره در مسیحیت مگر اینکه در عمل در پی اون بکوشی. آمین. کیست که به کوه خداوند بیاد؟ کیست که به مکان قدس الاقداس نزدیک بشه؟ کیست؟ آن که پاک دله، آن که در دل خودش راسته، اون که با زبان خودش یه حرف نمیزنه، در قلب خودش یه چیزی دیگه بگه، اون کسیه که به مکان قدس خدا داخل میشه. در نتیجه حضور خدا قلب زخمی و دردمند او رو شفا میده. آمین. و عمیق‌ترین چیزی که عزیزان و اصلی‌ترین چیزی که میتونه، یعنی باید بگم منفیش کنم، نمیتونه تو حضور خدا رو تجربه کنی. از این چاله در میای میفتی تو چاله، از این وادی در میای میفتی تو این وادی. اصلی ترین چیز عزیزان ریشه تلخی در وجود توه. اون تلخی که موقع ترد شدگی تو اومده،
از طرد شدگیه که تلقی میاد، نیست؟ عبرانیان باب 12 آیه 14 میگه مواظب اون ریشه های تلخی باش، اون تلخی هایی که استراب در تو به وجود میاره، اون استراب رو اگه بهش رسیدگی نکنی، ترس و نگرانی چی میشه؟ جمعی رو مضطرب میکنه، جمعی رو آلوده میکنه. میخوای یه نفر با صدای بلند اگه جلو دستشه، نه طول بکشه، این کلام بیاره، چون من با زبان خودم گفتم. عبرانیان 12:14 اگه اشتباه نکنم. شب بکوشید که با همه مردم در سور صفا بپذرید و مقدس باشید، زیرا بدون قدوسیت هیچ کس خداوند را نخواهد دید. و مواظب باشید کسی از فیض خدا محروم نشود و هیچ ریشه تلخی نمود نکند، مبادا موجب آرامی شود و بسیاری را آلوده. آمین. ریشه کجا بچه ها رشد میکنه؟ کجا رشد میکنه؟ تاریکی. ریشه همیشه در تاریکی رشد میکنه، متوجه؟ هیچ کس هم نمیبینه عزیزان. ممکنه تو بیه خیلی هللویا اونجا بگی، هنوز این ریشه تلخی هیچ کس نمیبینه. چرا؟ وقتی لطمه میخوری عزیزم، وقتی مورد سوء استفاده واقع میشی، وقتی بهت خیانت میشن، زمانی که ارزش انسانی تو له میشه. و کلام خدا میگه هر چی رابطه نزدیکتر بشه، درد رنج دیدگی قویتر و تلخی قویتر میشه، متوجه این؟ در مزمور 55 آیه 12 میگه زیرا دشمن نبود که من رو ملامت کرد، خصم من نبود که بر من دشمنی کرد، بلکه تو بودی ای مرد من، ای دوست من، ای خواهر من، ای برادر من، تویی که زمانی تو خونه خدا با هم میرفتیم خدا رو پرستش میکردیم، این تو بودی که پاشنه پاتو بر من بلند کردی. خود داوود این تلخی رو داشت، متوجه این عزیزان؟ وقتی که اونجایی که ترد شدی و هیچی نگفتی، اونجا تلخی داره تو تو رشد و نمو میکنه. آمین. پدر مادر تو، اولیای امور تو، رهبران کلیسای تو، خیلی از اعضای کلیسا میگن خادمینی که باید باعث شفا و آزادی بشن ما رو زخمی کردن. بسیاری از خادمی میگن، اغلب کسایی که ما به اونا رسیدگی کردیم، به قول عامیانه میگم ببخشیم، پنج انگشتمون رو عسل کردیم، گشتیم تو دهنشون، به ما پدر ما رو در بردن، نیست؟ ولی عیسی مسیح خداوند میگه تموم شد. وقتی که به صلیب اون نگاه میکنی، میگه آخرین پسمونده های فلاکت، خش، تلخی روی صلیب بر خودش جذب کرد، نه فقط طرد شدگی تو رو، بلکه وقتی که میگه تمام شد، جذب کرد. و خدا میگه در اون تفکر کن. واقعا یکی از چیزایی که حضور خدا رو تو بارها من تجربه کردم، تو اون زخمی ها طرد شدگی، به صلیب عیسی میگفت مسیح نگاه کم نسری، مگه تو کی هستی؟ وقتی اون شاهزاده زیبای آسمانی اینجوری خجالت زده شد، زخمی شد، این روشو گرفت، اون روشو توف انداختن تو صورتش، ریششو کشیدن، تو کی هستی که بهت بی‌حرمتی شده، زخمی شدی؟ اون صلیب عیسی مسیح وقتی نگاه میکنی، حضور اون میاد، اون تمام شد و تجربه میکنی، و بعد اون الهی الهی چرا منو ترک کردی، اون قسمت بعدی رو که عیسی مسیح جذب کرده توی تو جاری میشه، آروم و خاموش، نمیدونی از کدوم بر باد روح القدس وزید، فقط میبینی تو شفا و آرامی رو همینجوری تجربه میکنی. آمین. میگه تفکر کن به او، بی‌حرمتی خجالت رو مثل ردایی پوشید، تا امروز تو بتونی ردای عدالت رو بپوشی. ردای عدالت به تو شادی میده، آرامش میده، و اون ردای عدالت نشأت گرفته از چه قلبیه؟ قلبی که دلش راسته، خالی از هر کینه است. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. عزیزان چی میخوام بگم؟ بدون بخشش تو آینده‌ای برای تو وجود نداره. تو دائم اگه امروز نبخشی، به گذشته چنگ میزنی، دائم چنگ میزنی. و خدا میگه به اون نه فقط تمام شد و فکر کن، نه فقط الهی چرا من ترک کردی، بلکه به این جمله فکر کن که گفت اینا رو ببخش، چون نمیدونن دارن چیکار میکنن، در اثر ناآگاهیه که افراد به ما زخم زدن. آمین.
و خدا میخواد امروز این یادگار زنده بخشش دشمناتو که عیسی مسیح در اوج درد و مرگ و خجالت مثل یک مشعل فروزان دست من و تو داد، دست پیروانش داد، امروز تو دست من و تو بده. آمین. قبل از اینکه وارد شی دلتو راست باشه. اگه با خواهرت برادرت مشکلی داری، برو اونجا عنوان کن، نه فقط تو خفا. خیلی موقعها بوده من فکر کردم فقط برم با خودم و اون، خدا میگه باید بری با یکی دیگه. شاید یه جایی باید جبران کنی، یه جایی باید بری صحبت کنی. آمین. جایی هم اگه کسی تو رو اذیتت کرد، دستت بهش نمیرسه، اشکالی نداره، بخشش بین تو و خداست. ببخش و رها کن. آمین. از نظر انسانی غیر ممکنه، انسان اصلا قدرت این بخشیدن رو نداره. موضوع ساده ای نیست، خوشایند نیست. فقط بهتون بگم انسانهای بخشیده شدن که راحت میتونن ببخشن، این غیر طبیعی ترین عمل رو میتونن انجام بدن و بخشیدن رو فقط یک جا میتونیم یاد بگیریم، در جرجتا. آمین. و عیسی مسیح خداوند در کلامش دوباره در عبرانیان باب 10:22 با یقین ایمان نزدیک شو. نزدیک شو. ایمان چیکار میکنه؟ تکیه میکنه به اون کاری که عیسی مسیح خداوند برای ما کرده. ایمان دائما با غیر ممکن ها سر و کار داره. متوجه؟ عیسی مسیح خونش برای ما ریخت، مهر زد، مجوز، اون آزادی رو برای ما داده. چرا انسان طرد میشه؟ طرد شدگی ریشش چیه؟ یه جایی پذیرفته نشده. فقط در عیسی مسیح ما پذیرفته شده ایم. آمین. وقتی تو در اون حضور غنی خدا متوجه شی که پذیرفته شده ای، از چشم عیسی به خودت نگاه کنی. آمین. این پذیرفته شدگی رو دریافت کنی، مراحل بعدیش همجور راحت‌تر میتونی ببخشی و بعد همینطور جلو میری و حضور غنی خدا رو چیکار میکنی؟ تجربه میکنی. در یقین ایمان، نه در یقین فکر. عزیزان در پی این نباش که همه چیز رو درک کنی. این یه کار خیلی غیر قابل طبیعیه، ماورای طبیعیه، در فکر و تصورتو نمی جنبه، فوق از معرفت توه. فقط چیکار کن؟ در یقین ایمان. به آوای احساس کهنه توجه نکن، گوش نده که دوباره حرف دوباره الکیه. فقط به نام او توکل کن، به خون او توکل کن. تو امثال آیه قشنگه میگه نام او مثل یه برج حسینه، اسم او، خون او مثل یه قلعه از حسینه که زن و مرد عادل در اون میدوه و امین میمونه. این وارد قدس الاقداس شدنه. با ایمان فقط به خون عیسی مسیح، به اسم عیسی مسیح تو میتونی امروز وارد شی. آمین. احساس چی میگه؟ احساس میگه نه، دوباره ترس میاد. مگه میشه؟ ایمان چی میگه؟ ایماندار به ایمان زیست میکنه، تکون بخور. احساس چی میگه؟ همه درا بسته است. ایمان میگه خدا دری رو برای تو باز میکنه. اگه تو قسمت پناهندگیت اختلاف با همسرت، نمیدونم بیماریه، هر چی که هست، احساس چی میگه؟ این بیماریه. ایمان میگه چی؟ خدا شفا دهنده منه. انسان میگه، احساس میگه غیر ممکنه. ایمان میگه برای کسی که ایمان داره همه چیز ممکنه. احساس چی میگه؟ میگه تو طرد شدی ای بدبخت، احساس تو آسیب دیده. فقط ایمان میگه حضور غنی خدا پادزهر قوی طرد شدگی منه. احساس میگه امروز تو شفا میابی خانم جان، دوباره شروع میشه. ولی ایمان چی میگه؟ ایمان میگه خدای من خدای شفا دهنده است و امروز میتونه قطعی منو شفا بده. آمین. به ندای ایمانت امروز گوش بده. حتی اگه احساسای تو نمیفهمه، احساس شعور نداره، ولش کن. احساس خیلی چیزا رو نمیفهمه. امروز بیا به ایمانت گوش بده. در باغ جتسیمانی عیسی چی شده بود؟ احساسش به هم ریخته بود، درسته؟ قطرات خون میریخت رو پیشونیش. تنها جایی که ارادش با اراده خدا یک نبود، احساسش قاطی شده بود، یادتونه؟ فقط یک جا. اما با احساس رفت به طرف صلیب، بلکه با ایمان رفت، با قلبی که پر از عظمت بود. آمین. اگه عیسی مسیح خداوند رو اون جلجتا ما رو پذیرفته، امروز تو باید، ای پذیرفته شده، با
ایمان پذیرفتگی خودتو بپذیری. آمین. ایمان تو امروز، ایمان تو قدرت داره عزیزان هر نوع احساس ترد شدگی رو باطل کنه، بیماری هایی که در عمق وجود توه تو رو آزاد کنه. آمین. عیسی مسیح اومد کار ابلیس رو باطل کنه. در حضور او، در قدس حضور او، در قدس الاقداس او، هر اعمال شیطان توی زندگی تو عزیزان باطل شده. آمین. چه موقع گفتیم ترد میشیم؟ وقتی که احساس انسانی ما چی میشه زیر سوال میره، وقتی ارزش انسانی ما زیر سوال میره. درسته مزمور 8 آیه 4 میگه چی؟ میگه تو رو اندکی از فرشتگان کمتر ساختی، تاج عزت و جلال روی سرتو گذاشتی. خدا رو شکر ما احساسداران نیستیم. احساسدارانیم؟ نه، ما ایماندارانیم. آمین. باید درک کنی، امروز باید خداوند میخواد کمکت کنه درک کنی که ارزش انسانی منو خدا تعیین میکنه، هویت منو خدا تعیین میکنه. اگه امروز جایگاه خودتو در مسیح بشناسی، با حضور غنی او، اگه تمام دنیا تو رو ترد کنه، تو متوجه میشی فرزند محبوب خدایی. آمین. او به تو احترام میذاره، او برای از چشمای او تو بزرگ و عزیز هستی، اوه که نیازهای تو رو برطرف میکنه، اوه که با ثروت آسمانی میخواد تو رو ملبس کنه امروز. پس بیا امروز چیکار کنی؟ فرزند خواندگی تو خودتو بپذیر. آمین. تو فرا خوانده شدی، تو محبت کرده شدی در عیسی مسیح خداوند. و در آخر اگه تا الان اینو متوجه نشدی، یک داستانیه که میخوام با این داستان وقتی میشنوین امیدوارم اوورده باشم چشماتون رو بعدش ببندین. و این داستان آمین که تمام این چیزهایی که بهتون گفتم براتون یه مقدار زنده کنه. اولین قسمت چی بود که راجبش صحبت کردم؟ گفتم تمام دردهای انسان چی از ترد شدگیه. دردهایی که حتی تو فیزیک ما میاد، درسته؟ تو جسم ما میاد. و خدا میخواد این ترد شدگی رو، که درمان قوی ترد شدگی چی بود؟ حضور خداست. حضور خدا وقتی میاد چیکار میکنه؟ ما رو از اون ترد شدگی آزاد میکنه. چجوری آزاد میکنه؟ تو میفهمی که پذیرفته شدی، فرزند زیبای خدایی. نمیدونم یادتونه یه بار یه تعلیم دادم چقدر میترسیدم که دندونم بشکنه، کسایی گوش کردن؟ واقعا یه مکاشفه خیلی عالی بود که خدا اون روز به من داد، که واقعا اون روز فهمیدم اصلا هویت من ربطی به زیبایی من نداره، ربطی به تحصیلات من نداره، ربطی به پدر مادر من نداره، گذشته من نداره، ربطی به موهای من نداره. حتی اگه من ظاهرا زشت باشم، پیر باشم، هر چی که هستم، یه جوری احساس کردم تو عزیزترینم، گنج خدام. متوجه این؟ آمین. که یه بار دیگه بشه اون موعظه رو با هم گوش بدیم. و خدا میخواد ما رو وارد این حضور غنی او کنه، چون خودش گفته، خودش گفته. آمین. خودش گفته تو فرزند من هستی. این داستان رو با هم گوش میدیم. امپراتور بناپارت روزی از ارتش خودش داشت سان میدید عزیزان. در حین سان دیدن اسبش رم میکنه و چیزی نمونده بود که او رو به زمین بزنه. بلا فاصله یه سرباز ساده از ارتش فرانسه از صف میپره بیرون و اون اسب رم شده رو آروم میکنه. و چیکار میکنه؟ عملا این امپراتور رو از شرمندگی افتادن نجات میده. بعد از این حادثه امپراتور به سرباز نگاه میکنه و میگه متشکرم سربان. و سرباز لبخند میزنه و به اون نگاه میکنه، خودش یه ذره لوس میکنه، میگه ببخشید از کدوم هنگ قربان؟ میگه بناپارت در حالی که داشته سان میدیده رژه میرفته ادامه میده و میگه همجور که سان میدیده حرکت میکنه، بعد میگه یه نیم نگاهی بهش میکنه، میگه از گارد هنگ من. و سرباز بلا فاصله فهمیده بود که سربان شده. فکر میکنه الان این صف کدوم صف؟ صف سرباز هست. پس باید بلا فاصله صفش رو ترک کنه بره تو صف افسران ارشد. حرکت میکنه میره تو صف
افسران ارشد. تمام افسران شوکه میشن، میگن چطور جرأت کردی سرباز گستاخ، اینجا چیکار میکنی؟ هنوز نفهمیدی تو یه سرباز دون هستی، برای چی میای تو صف افسران؟ سربازم که تازه ترفیع گرفته بود میگه ببخشید من سروان هستم، سروان گارد شاهنشاهی. دیوونه بیشتر میشن، میگن ای توق باز، کی به تو گفته تو یه سرباز هستی؟ چی باعث میشه که تو فکر کنی سروان هستی؟ مرد جوان کلاشو اینجوری میکنه، کرواتشو صاف میکنه با غرور به بناپارت که هنوز اونجا داشته سان میدیده اشاره میکنه و میگه ایشون به من گفتم من سرباز هستم، سروان هستم. و فوری افسران شروع میکنن به عذرخواهی و میگن خواهش میکنم ما رو ببخش، ما اصلا از ترفیع تو اصلا اطلاعی نداشتیم، بفرمایید صف جلو بایستیم. و حالا که این سرباز احتمالاً مطمئنم مثل خیلی از ماها خودشو سروان حس نمیکنه، نیست، فقط شنیده بوده، حتماًم یونیفرم سروانی نداشته، پاگون و درجه هایی هم روی شونش نبوده. تنها چیزی که این سرباز داشت عزیزم فقط تکیه به حرف امپراتور بود، همون کافی بود که اون از درون احساس کنه که سروانه، یک افسر ارشده. حتی اگه لباس سربازی تنشه، متوجه این؟ حتی اگه پاگون نداره، حتی اگه آموزش نداره، چون امپراتور به اون گفته سروان، او سروانه. تنها چیزی که باعث میشه ما بفهمیم امروز که ما پذیرفته شدیم عزیزان، ما فرزندان محبوب خدا هستیم، حتی اگه مثل یه فرزند عمل نمی کنیم، حتی اگه اقتدار خودمون رو در عیسی مسیح نشناختیم، حتی اگه گاهی احساسای طرد شدگی رو احساس میکنیم، ایمان بیاریم امروز به اون خدایی که گفت من شما رو فرزند خواندم. تو یوحنا میگه ببین پدر چه نوع محبتی به ما داشته تا ما رو فرزندان خود نامیده. این شاه شاهان، رب الارباب، سرور سلامتی، ما رو فرزندان خود رو یافته. از این جهت میگه در از دنیا نیستیم، از این دنیا نیستیم، هرچند که تو یوحنا میگه هنوز نفهمیدیم از کجاییم، یه روزی در آسمون میفهمیم چه پاگانی روی ما گذاشته شده، ولی ما از همینجا فرزند خدا هستیم و پذیرفته شده هستیم، چون به اون کسایی که اونو قبول کردن این قدرت رو داد یوحنا که فرزندان خدا نامیده بشن. آمین. نه در خون و جسم، بلکه از روح ما متولد شدیم. آمین. همین کافیه که همین امروز که وقتی میرین از این تغذیه مقدس بر میداریم، بذاریم همون که گفت تو هر وضعیتی من فرزند هستم، او پدر منه، حتی اگه با شلاق ها منو بزنه، من پسر محبوب او هستم. بذار امروز اینو برداری عزیز من. آمین. بذار این طرد شدگی تو همجون نمون تو اون وضعیت. تو شاهزاده هستی، شاهزاده خانوم هستی. ما اینو تلقین نمی کنیم، عیسی گفته، این امپراتور آسمان و زمین گفته. امروز فیض خداوند برای تک تک کسایی که با فروتنی و ایمان به این میزی که تدارک دیده شده نزدیک میشن و با دلی راست، آمین، یکمی تعمق